با منظور جلوگیری از شیوه ملخ‌های مضر، کمپین مجادله علیه ملخ‌های مضر در پنج ولسوالی ولایت کندز آغاز گردید. این پروگرام در همکاری سازمان خوراکی و زراعت ملل متحد در ولسوالی‌های علی‌آباد، چهاردره، دشت ارچی، امام صاحب و آقتاش این ولایت در حضور داشت نمایندگان آن ولسوالی آغاز گردید. سید وحید الله هدفمند، مسئول مؤسسه دست به دست افغانستان، به تلویزیون اورانوس گفت که آنان یک کمپین سه هفته‌ای را به هدف نابودی ملخ‌های مضر و حمایت از دیاقین کندز را اندازی نموده و حدود 1100 تن را برای مجادله علیه ملخ، کشتزارهای دیاقین نیز در بدل پرداخت یک مقدار ماش استخدام کرده است. وی میگوید قرار است در این مدت زمان هزاران هکتار زمینی که این ملخ ها به آن هجوم آوردن را پاکسازی و نابود کنند. کی پروسه خاطر کاهش یا کنترل ملخ از مزاری مردم دولت قندز، به خاطر جلوگیری از صدمه برای حاصلات مردم، بالاخره باعث کاهش حاصلات میگرده صورت گرفته است. تقریبا این کنترل یا مجادله مکانیکی با همکاری مستقیم مالی سازمان خوراک وزارت ملل متحد یا FAO در پنج ولایت ولسوالی ولایت قندز که ولسوالی علی آباد، ولسوالی حضرت امام صاحب، ولسوالی ارچی، ولسوالی آختاش و چهاردره کار عملا جریان داره. از سوی دیگر دیاقین در ولایت کندز میگویند در کنار خشکسالی، موجودیت ملخ ها از نگرانی های جدی آنان به شمار می رود و اگر این ملخ ها به مرحله بلوغ تکمیل برسند، همه دار و ندارشان را از روی زمین خواهند برداشت. اما حال که برای نابودی این پدیده کمپین ماهی آن آغاز شده است، آنان را نسبت به آینده محصولات کشاورزیشان امیدوار ساخته است. پارسال بسیار زمان ضرر می رسد، این سال به خوب است. پارسال بسیار ما مردم توال می کشتای ما می خورد، حلکای ما می خورد، همین کل چیزای ما می خورد. این سال خوشحال هستیم که یک ذره جلوگیری شد. ما بسیار خوشحال هستیم هر سال رقم خوش چی شوه جلوگیری شوه. ما بسیار تشکر میکنیم از دست. باعث میشه که امسال حاصلات زیاد بگیریم. هر سال خود پارسال هم چی بود، خوش سالی بود، ملخ هم زیاد بود، ده کار هیچ کار نشده بود. امسال ان شاء الله کار میشه. ما ده دفتر بسیار خوشحال هستیم که هر سال این رقم کار جریان بگیرد. مسئولان این نهاد میگویند که به هدف اشتغال زایی برای افراد بیکار و جلوگیری از خسارات دیاقین، آنان این برنامه را در این ولایت آغاز کرده است که از سوی کارمندان مدیریت حفظ نباتات ریاست زراعت نظارت می شود. سمیولا احمدی، کارمند ساحوی این نهاد در ولسوالی علی آباد، میگوید مجادله علیه ملخ ها را از دامنه های کوها و دشت های روستای قزلسای، لاله میدان ها و قرباتر ولسوالی علی آباد کندز با استفاده از افره خندق ها آغاز کردند و الا نابودسازی مکمل آنان ادامه خواهند داشت. هدف ما، خواست ما از بین بردن ملخ از ولسوالی علی آباد، ما حدودی 75% علی آباد کار کردیم، اما ملخ هایی که بوده او را از بین بریم، زیر خاک کردیم، دفن کردیمش. همین پروسه تا مدت 20 روز ادامه دارد. در ولسوالی علی آباد حدود 200 نفر کار میکنه. در ولسوالی نوگانش همچنان کار روان است. همکار ما در ولسوالی دیگه امام صاحب و قلعه‌زال و خان‌آباد و آقتاش عملا کار جریان داره. ملخ ها ایوان گیاخورند که رزق انسان ها را از روی زمین میبلند. این پدیده زشت در کنار خشکسالی بیشتر کشاورزان را نگران ساخته است. اما ریاست زراعت، آبیاری و مالداری با کمک مالی دفتر FAO که تطبیق کننده آن مؤسسه دست به دست افغانستان میباشد، آستین برزدند تا این ایوان مزره را نابود سازند. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندز.